سلام دوستای عزیز شما هم اگر تصمیم به تحصیل در خارج از کشوریتون را گرفته اید و می خواهید کشور روسیه بیایید اینجا فرصت های زیادی بر دانشجویان خارجی همچون دانشجویان روس وجود داره آنها به معتبرترین دانشگاه های کشور روسیه دسترسی دارند جایی که می توانند تقریبا در هر زمینه تحصیل کنند و تخصص حاصل کنند در طول سالهای تحصیلی یا دانشجویی دانش, دانش آموزان خارجی نیز مانند دانش آموزان روسی نه تنها دانش اساسی بلکه مهارت عملی و تخصصی را نیز دریافت می بسیار از دانشگاه های کشور روسیه با شرکت های معروف روسی و خارجی همکاری می که این شرکت زمینه دورهای سیاحتی دانشجویان خارجی و دانشجویان روس را در داخل کشور روسیه و همچنان نیز در خارج از کشور روسیه فراهم میکنم در این ویدیو ما به شما خواهیم گفت که چگونه یک متقاضی خارجی یا یک دانشجوی دانشجوی خارجی که میخواهد در یکی از دانشگاه های کشور روسیه پذیرش حاصل کنه برای پذیرش و چگونگی اخذ شمولیت در دانشگاه ها آماده شود دانشجویان خارجی برای اخذ ویزای تحصیلی نیاز به دعوتنامه رسمی از طرف یکی از دانشگاه های دولتی یا خصوصی کشور روسیه دارند. مرحله اول دوستان عزیز شما باید رشته ای که میخواین او رشته را بخوانین در دا دانشگاه مورد نظرتون در یکی از دانشگاه های کشور روسیه رشته و دانشگاه مورد نظرتون را انتخاب کرده باشین قبل از قبل. دانشگاه های روسیه برنامه های آموزشی مختلف را ارائه میده از علوم طبیعی و ساینس گرفته تا علوم انسانی، هنر، میزیک و غیره و غیره برای انتخاب بهترین دانشگاه, دانشگاه, های کشور روسیه و همچنان رشته که در اینجا تدریس میشه و شرایط زندگی در شهرهای مختلف کشور روسیه چینل یوتیوب ما را فالو کنید و ویدیوهای بعدی ما را بیننده باشید. مرحله دوم چگونگی اخص دعوتنامه از یکی از دانشگاه های دولتی کشور روسیه است. که یکی از مهمترین مراحل اخص پذیرش است. شما نیاز به دارین که باید یک دعوتنامه از طرف یکی از دانشگاه های کشور روسیه دریافت کنید تا به اساس همو دعوتنامه بتانید که ویزه دانشجویی یا تحصیلی خود در یک از های کشور روسیه در خارج از روسیه به دست بیارین. طبق قانون فدراسیون روسیه متقاضیان خارجی حق تحصیل در روسیه را هم با هزینه بودجه دولت و هم به صورت قراردادی داره. به این معنا که شما میتوانید هم بورسیه تحصیل دولتی از طریق کشور خودتون به دست و هم میتونین که یک قرارداد شخصی با دانشگاه مورد نظر خود عقد کنین که دو قرارداد تمام موادی که شما, مو... شما, ملزم به اجرایش هستین و همچنان دانشگاه مورد نظرتان ذکر شده است. اگر برای یک مکان با بودجه دولتی درخواست میکنید میتوانید در چهارچوب یک بورسیه تحصیلی دولتی یا سهمیه یک مرحله رقابتی را بگذارانید که این مراحل رقابتی معمولا هر ساله از طریق دولت فدراسیون روسیه اعلان میشه و شرکت در اولمپیاد های المللی که توسط دانشگاه کشور روسیه برگزار میشه یکی دیگر از راه ها و گزینه هایی هستند که شما میتونید با بودجه دولت و بدون هزینه شخصی در دانشگاه های کشور روسیه درس بخوانید شرکت در المپیاد های بین المللی توسط دانشگاه کشور روسیه هر ساله اعلان میشه معمولا از طریق سایت های اوپن دورس ایژوکیشن ان راشه و سایر سایت ها و شخصی برگزار میشه اگر شما شرایط تحصیل در کشور روسیه را بر اساس بودیجه دولت یا بر اساس بورسیه دولتی ندارین میتونن که قرارداد شخصی با یکی از دانشگاه های کشور روسیه عقد کنین و بر اساس از او که دعوتنامه تحصیلی بتس بیارین و سپس هم ویزای تحصیلی و بتونین تحصیل تحصیلی در کشور روسیه ادامه بتین قیمت دانشگاه ها و قیمت برنامه های تحصیلی مربوط به دانشگاه ها ایالات هایی که قرار است که شما در ایالات ها زندگی کنین منطقه و یک تعداد عوامل دیگه بستگی داره اما در دا هر صورتش که بسنجیم به مراتب از اروپا و آمریکا کده کمتر است آماده سازی اسناد یکی از مراحل دیگه است که شما باید به نظر داشته باشید کاری که در این مرحله باید انجام بدهید این است که از طریق حساب شخصی خود یک اکاونت یا حساب در سایت رسمی دانشگاه جور میکنین و بعد از او درخواستی خود به دانشگاه مورد نظر ارسال میکنین در این درخواستی خود شما باید سطح تحصیلات تخصص مورد نظر و رشته قرار است در اونجا تحصیل کنین یا را همیشه باید ذکر کنین و همچنین کشوری که شما تابعش هستید. پس از اینکه که شما یک اکاونت یا حساب جور کردین شامل بخش مجدنرود نیدل یا بخش شاگردان بین المللی همون دانشگاه میشین در اونجا لینک های ارتباط با کارکنان بخش بین المللی دانشگاه مورد نظر همگیش ذکر شده و نوشته شده هستند. آسان ترین کارش که شما در مو ایمیلی که در موجه هست در مو ایمیل یک نامه یا خط روان میکنین و تمام معلوماتی که مربوط شما میشه و معلومات رو ذکر میکنین مثلا سال تولد، اسم، فامل، از کدام کشور هستین، چقدر تحصیلات دارین، سابقه کاریتون چی هستن، چرا رو کشور روسیه رو انتخاب کردین و کدام رشته رو مثلا میخواین تحصیل کنین، تمام یا رو ذکر میکنین، دایمی دا ایمیل آدرس روان میکنین. بعد از اوی که کارکنان می بخش ایمیل شما را دریافت کنند معمولا بعد از دو الا سه روز بر شما یک ایمیل روان میکنه و تمام اسنادی که ضرورت هست و اسناد شما باید در جواب می ایمیل بر کارکنان بینلدی روان کنید بعد از ای که اسناد شما بررسی شد توسط بخش بین الملنی ممکن بر شما ایمیل بده و بر شما یادآوری کنه که شما باید برای گذراندن یک مرحله رقابتی جهت شمولیت در دا دانشگاه ها آماده شوین امتحان هایی که معمولا اخذ میشه مشکل نیست شما باید به امتحان شرکت کنین از طریق پلتفرمی که بر شما ذکر, ذکر میشه در ایمیل آدرس و لینکی که بر شما روان میشه تایمی که بر شما روان میشه به تایم از طریق همون پلتفرم باید آماده امتحان باشین دوستان عزیز برای چگونگی انتخاب رشته شهر ایالت و دانشگاه های کشور روسیه چینل یوتیوب ما را سبسکرایب کنید و از ویدیوهای بعدی ما که با جزئیات در مورد چگونگی انتخاب دانشگاه ها که فیصدی قبولی تو دو دا دانشگاه ها زیادتر باشه شرقایم خواهیم داد